آقای جاناقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اینجا در استیدیو با من هستن و در مورد در مورد چگونگی کار پروژه چابهار بیشتر بحث کردیم آقای نوید بسیار تشکر که فرصت گذاشتید اجازه بودین این بپرسم کار پروژه چابهار دقیقا حالا در کدام موقعیت هست بیشتر مردم بدانند که خب حالا ما شروع کردیم تجارت را از آدرس بندر چابهار یا نه خب همونطور که در جریان هستین شما بندر چابهار یکی از نیازمندی های منطقوی به خصوص افغانستان بود که حکومت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در است سکتور خصوصی اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان اقدامات را در داشتن ما معموله های امتیانی و تعقیب شما های تجاری را به جانب هندستان از مسیر چابهار ارسال کردیم و این پروسه ادامه داشت حالی هم که مکان ادامه دارم. اما مشکلات خود هم به بندر چابهار و سایه چابهار دارن به دلیل از اینکه یک علتش خویی است که موضوع تحریم ها با وجودی که بندر چابهار استثناء هست اما انتقالات پولی هنوز هم در بندر چابهار صورت نمیگیره و تعدادی از کسایی که در او راستا در اوجا معاملات را انجام میتن این باید چیز شوم مسئله معاملات پولیشان انتقالات پولیشان از طریق بانک های افغانستان یا بانک های هندستان و همچنان بانک های بین المللی باید حل شود این مثلا مسئله عمده هست و خوشبختانه در اوج در حدود 50 شرکت افغانستان سرمایه گذاری کردن و بیشتر از 50 هکتار زمین در اختیار ما گذاشتند در او زمانش حالا مفتعود کردن که سهولت های بیشتری نمیارند و اخیرا کشور هندوستان ما تنها به بندر نیواشیوای شهر ممبئی ما انتقالات داشتیم از این مسیر آل دو بندر دیگه هم گفتن در دو شهر بزرگ دیگه خودم ما برش زمینه را مساعد میسازیم تا از مسیر چابهار پذیرش کالا ها را داشته باشه و از اوج صادرات صورت بگیره که در حقیقت ما میتونیم که اکثریت نقاط بازارهای اند تحت پوشش محصولاتی که صادر میکنیم داشته باشیم و از اوج مگر خواسته باشیم اموال به افغانستان از این مسیر انتقال بتیم شما تاوری که میفهمین همواره به دلیل تنش هایی که میان پاکستان و هند وجود داره در مسیر صادرات افغانستان و انتقال کالاها مشکلات ایجاد میشه در بندر واگا اخیرا هم ما مقدار نیازمندی پیاز هندوستان با وجودی که به مراتب از تولیدات افغانستان هم بیشتر بود ولی ما دست به کار شدیم و اقداماتی داشتیم در حدود یک هزار و بیشتر از اوره صادرات داشتیم به هندوستان و این پروسه تا ده هزار بالا میرفت و ادامه داشت و حال ادامه داره منتها مشکلاتی که در بندر واگه به وجود آمد ما را باز یک بار دیگه بر به به یکی ما اقدامات بیشتر در چابهار داشته باشیم تا از این مسیر به پیمانه وسیع توسط کشتی ها و از مسیر آبی به هندوستان و سایر بنادر آبی دنیا که ممکن است از طریق چابهار وصل شویم ما باید صادرات داشته باشیم به دلیل تحریم های امریکا بر ایران موضوع پولی را که شما پیشتر بهش اشاره کردین شاید به این زودی ها قابل حل نباشه پس به دلیل اینکه تعریم ها یا اینکه فرصت مذاکره و گفتگو بر شما فراهم است تا این موضوع را حل بکنی. خب بحث است که میتونه از این مسیر وجود که یک تاجرا در این راستا اقدامات را داشتن به اون شکل سنتی یا انعنوی خودشان هم انتقالات پولی خود انجام دادن ولی ما تقاضای ما ای است که هم حکومت افغانستان در این راستا به کار شود و هم بانک های افغانستان، بانک های هندستان و جامعه جهانی که ما را حمایت میکنن اجازه بتن که از طریق بانک ها تنها در مسیر چابهار که هستن از جانب ایالات متحده آمریکا گفته که در این راستا ما بندر چابهار را استثناء قرار میدیم باید اقدامات صورت بگیره این تقاضای سکتور خصوصی افغانستان و اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان است آقای نوید قرارداد عملیاتی این بندر میان کابل تهران و دهلی گفته شده به زودی امضا میشه این قرارداد عملیاتی به چی معناست؟ است یعنی خب اگر چند ما این قرارداد که عملیاتی یعنی عملا او انجام شود اقدامات ما او انجام دادیم عملا از این مسیر هم صادرات داشته من واردات معمولا تنها یک چند مثال معمولا بزرگش رو براتون میگم که ما مقدار گندم کمکی کشور هندوستان به افغانستان انتقال دادیم همچنان از مسیر افغانستان به هندوستان ما به تنها در محموله امتحانیش 750 تونه یک یک بار انتقال دادیم که 550 تنش یک بار بود و دیگه شما بعدا به تعقیبش بود که این اقدامات بود که ما عملا معمولای بزرگی را که معافل بزرگی در راستا گرفته شده بود براتان مثال دادم و این پروسه ها ادامه داشت و هر قدر که این عملیات اگر هدف باشه که باشه از عملیات سرعت ببخشن ما از این استقبال میکنیم در ایراستا سهولت های ایجاد شوه خوب است شما میفهمین که انتقالات بدون زیر ساختای وسیع و مدرن با شرایط امروزی ناممکن است و اگر باشم بسیار به پیمانه کم خواهد بود روز تا روز این مسیر برای افغانستان، برای ایران، برای هندوستان حیاتی تر شده میره و از جانب دیگه اخیرا کشور ازبکستان هم حلاقمند از شده که ما از مسیر افغانستان و چابهار به هندوستان وصل شویم. و همچنان از مسیر راههای دیگه میتونه از راه واگه هم ازبکستان با کشور هندوستان از مسیر افغانستان وصل شود اونمو برنامه که حکومت افغانستان جلات ما رئیس جمهور همچنان دیگه تعدادی از اعضای رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان امو برنامه که باید افغانستان به چهار راه منطقه تبدیل شود و ما نقطه وصل از او باشیم موست کشورهای منطقه باشیم آیستا آیستا در حال تحقق است و ما عملا کشورهای آسیای میانه را به زودی با کشورهای جنوب آسیا از مسیر افغانستان وصل میکنیم و ازبکستان هم در ایراسا تقاضایی دارن و از جانب افغانستان استقبال میشه برای که ما میتونیم که کالاهای را هم از مدرک ترانزیتش مفاد داشته باشیم و هم کالاهای مورد نیاز ما را از ازبکستان به افغانستان بیاریم و هم از هندستان و هم صادرات به این کشور داشته باشیم بسیار کوتاه برای سرمایه‌گذار و برای تاجرم حداقل امتیاز یا فرصت یا تخفیف داده شده که بتونه به درستی انتقال به کالای خودش را و امیدوار شده و تشویق شده برای که کار بکنه در بندر چابهار یکی از ب... سوال بسیار خوبی را مطرح کردین یکی ای از پیشنهادات اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان همی است که در بنادری که اخیرا در هندوستان وعده کردن که ایجاد میکنیم به خاطر مسیر چابهار دوام ما می خواهیم که سهولت های ویژه را افغان ها داشته باشند و بر مسئولات افغانستان ایجاد شود و همچنان ساحات مشخص تخلیه و بارگیری محلات زخیرگاه ها همچنان سردخانه ها و محلات نگهداری باید در او جا باشه و اجازه داده شود که افغان هم در او بنادر سرمایه گذاری بکنند بر خود تحسیصات را داشته باشند و در چابه هم مشکلاتی که تا فعلا به وجود وجود داره و حل نشده اینا را باید از طریق یک نشست عمومی یک سروی عمومی یک نشست بین سه جانبه افغانستان ایران هندوستان باید به بررسی گرفته شود و نقاطی که مشکل بود و حل شود تا ای که این مسیر واقعا با یک پیمانه وسیع بتانه که کالاها را از افغانستان به هندوستان و سایر بنادر دنیا که از طریق آبها میتونه وصل شود انتقال بدن ممنون حضورتان آقای جناقان نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از شما و سپاس میکن.